با اجازهتون برنامه رو شروع کنیم ساعت 7 شب و خیلی همه خوش آمدید، ممنون. دکتر سرمست رو تقریبا همه ما میشناسیم، ولی برای دوستانی که میبینم 2 نفر جدید هستن بگم، خلاصه میگم دکتر سرمست، همیشه من از بحث شدم دیگه. آقای دکتر سرمست تهران به دنیا آمدن، اودلا جان، محله قدیم تهران، و مدرسه دبیرستان مروی رفتن و بعد از اونجا به دانشگاه نازنین آریامهر که ما همه یادمونه، و بعد از دانشگاه آریامهر به انگلیس لندن تشریف میبرن و در امپریال کالج آف لندن PhDشون رو راجع به هیت ترانسفر میگیرن و بعد میرن ایران که استاد دانشگاه آریامهر و بعد میشه شریف میشن. از اونجا ایشون برمیگردن به انگلیس، نروژ، با خانمشون، خانم اهل نروژ، ازدواج میکنن و در سازمان توی نفت کار میکنن، نفت و گاز، که اونجا در سال 2003 یک پروگرامی پراجکتی رو با ایران آسو داشتن برای اویل اند گاس آف پارس که با بین دولت ایران و نروژ بود و ریتایر شدن، ولی کمپانی خودشون رو دارن برای کانسلتیشن در دریلینگ نفت و بقیه، و حالا که بیشتر وقت دارن به کار دل میپردازن که بسیار جالبه و ما خیلی افتخار داریم که ایشون به من وقت میدن و این برنامه های جالب رو برای ما تهیه میکنن. راجب نوروز صحبت کردن، موسیقی های متفاوت، و هفته پیش راجب موسیقی مردمی ایران صحبت کردن که بسیار جالب بود. من خیلی تکس گرفتم از دوستان و ایمیل، و امشب راجع به یوروپین فولک میوزیک که احتمالا زمان ما، جوانان زیر آفتاب، برنامه خواهند داشت. من بازم متشکرم از همه شما دوستان، و این برنامه از طرف خانه ایران، من مسئولش هستم هر دوشنبه شب، و برنامه فرهنگیه که I'll try که توی مطالب متفاوت باشه and less very serious و یا اینکه scientific باشه. عرض کنم که من اول میخواستم از همه شما تشکر کنم برای اینکه شما همتون باعث میشین که من برم به عقب، برگردم به دوران خوش جوانی. و بعد معمولا اینطوری که آدم چیزایی که اتفاقایی که بده یادش میره، اتفاقای خوب یادش میمونه. این اتفاقای خوبم مثل سیر ترشی، هر چی میریم پیرتر میشیم اینا شیرین تر میشه. و خیلی از شما ممنونم با این صحبتایی که میکنین، و من امیدوارم که شما به همون اندازه که من خوشحالم از اینکه دوست دارم این تهیه بکنم، شما از این خوشتون بیاد. و خیلی ممنونم از این محبت هایی که می کنید. عرض کنم به حضورتون که دوستان، این صحبت این هفته ما در دنباله صحبتی است که در 8 آوریل کردیم که درباره یورپین فولک میوزیک بود. یه صحبتی کردیم اونجا، آقای دکتر مالک جلسه را اداره می کردن، خانم دکتر مدنی در مسافرت بودن. و بعد امروز چیزی که میخوام بگیم این است که بعضی از دوستان نوشتن که ما دلون میخواست فلان خواننده رو که فلان آهنگ خونده بود دوباره شما اینو پیدا بکنید، و بعد اتفاقاتی که اون افتاده بود. من اینها رو مثل هفته گذشته سعی کردم با همون فرمول هفته گذشته چجوری بود. ببینید عزیزان، این 6 تا اشخاصی که اینجا هستن، این 6 تا خواننده یا هنرمند، اینها کسانی هستند بیشتر یه نفر درباره اونها از من خواسته،
اینا رو من یه مقداری بیشتر در باهاشون صحبت میکنم، مقدار باره بیوگرافیشون میگم و بعضی هستن که فقط یه نفر خواسته و اینا رو اینجا به اصطلاح گذاشتم و این رو به همین ترتیب از اینجا شروع میکنیم و از اینایی که بیشتر و پاپیولار بودن تعداد بیشتری تقاضا کردن و بعد اینجا میرسیم که فقط یه نفر تقاضا کرده. اول کسی که در این باره لباس سادیم الویس هست که بستا مال قبل از سالهای 1960 هست. Get this one if you want. بله عرض کنم که حالا اجازه بدید که بریم اول از الویس شروع کنیم. عرض کنم که الویس آهنگ های بسیار جالبی داره. من فکر کردم که اول یک آهنگ از ایشون پخش کنیم، بعدا درباره بیوش صحبت کنیم. بله درباره بیوش صحبت کنیم و بعد این اشتباه شده، بعد این رو دوباره میکنیم، شروع میکنیم. و خیلی از خواننده هایی که مثل ایشون آواز میخوندن به اینا میگن کرونر. کرونر که همینطور که میدونی همتون یعنی زمزمه کننده ها. و خیلی عجیب نیست که خواننده هایی که حالت زمزمه کننده دارن پاپیل بشن، برای اینکه همه ای ما وقتی که بچه بودیم مادرمون برامون لالایی میگفته و اون لالایی حالت زمزمه داره. اینی که تمام خواننده های جهان که توی این خط کرونر میرن اینا خیلی پاپیولار میشن. و حالا که یه مقداری یه سمپلی از کارهای الویس رو دیدیم، یه مقداری درباره زندگیش صحبت بکنیم. Even after Elvis Presley's untimely death in 1977, the public was still fascinated with both him and his family, and the Presleys have been through a lot. This is the tragic real-life story of the Presley family. Elvis Presley's upbringing was not the kind you would expect for the future king of rock and roll. The future jailhouse rock crooner was born on January 8, 1935, in a two-room shotgun house in East Tupelo. At the time, the neighborhood was sometimes referred to as the roughest town in North Mississippi. Although they didn't have much, Elvis's parents, Gladys and Vernon Presley, still gave their son an abundance of love. In an interview with Good Housekeeping in 1978, Elvis's father had this to say about his son. "My love for my son began even before he was born. At that time, there was almost nobody poorer than my wife Gladys and me. But we were thrilled and excited when we learned that we were going to be parents. Unfortunately for the happy couple and their baby boy, bliss didn't last long. By the time Elvis was three, his family home, which had been built by Elvis's father, uncle, and paternal grandfather, was taken away after Vernon landed in prison for altering a $4 check. Although Vernon was gone for 8 months, Elvis was surely affected after he and his mother had to move in with extended family in Tupelo. According to one of his cousins, his father's imprisonment was traumatic for the future star. Elvis Presley wasn't an only child. In fact, he actually had an identical twin brother. His brother, Jesse Guerin, came into the world about 35 minutes before the future crooner, yet, unfortunately, he was stillborn. The next day, Jesse Guerin was laid to rest in an unmarked grave at the family's plot in Tupelo's Priceville Cemetery. Elvis would go on to talk about his brother throughout his career, and as Peter Whitmer, author of the 1996 psychological biography, The Inner Elvis, explains, the singer's mother always thought that Jesse's death was the crucible that forged her son's destiny to do great things. Nevertheless, losing Jesse still affected the king deeply. As Mississippi History Now explains, losing a twin can deeply affect the surviving twin.
Elvis no doubt later yearned for a brother to help him through the rough spots of his life, of which there were many. Elvis and his mother Gladys had an incredibly strong bond. She was seen as a strong and supportive presence in Elvis's life, so one can imagine how traumatized the music icon was after Gladys Presley passed away at 46 due to a sudden heart attack. Elvis had been drafted by the U.S. Army 5 months earlier, but after Gladys fell ill, he was granted a 7-day leave to see her 2 days before the heart attack claimed her. Of her passing, Elvis told the Associated Press, "It broke my heart. She was always my best girl." During Gladys's funeral on August 16, 1958, the AP reported that her son was, quote, near hysteria. Crying throughout the entire service, Elvis was later quoted as saying, "Oh God, everything I have is gone. I lived my life for you. I loved you so much." Marie, the king's only child, was only 9 years old when her father died. The tragedy of her father's death clearly affected Lisa Marie for years to come. Upstairs, upper part of Graceland is basically his room and my room, so we spent a lot of time together up there. She brushed off describing the night of Elvis's passing in a 2002 interview with Larry King, explaining, "I don't usually go into this, the night of the death thing and all that." While the starlet is known to keep the details of the fateful night under wraps, there's no denying she went on to battle her own demons well into adulthood. In 2003, Lisa Marie admitted to paper, "I used cocaine, sedatives, pot, and drinking all at the same time. I just couldn't be sober." The years that followed didn't get any easier, as 2009 saw the death of her ex-husband, Michael Jackson, and in 2020, Lisa Marie's son, Benjamin Keough, died at the age of 27. It was only fitting that Lisa Marie Presley married the King of Pop. After all, she was a part of music royalty herself as Elvis Presley's only daughter. So in 1994, Lisa Marie and Michael Jackson tied the knot, yet their fairy tale abruptly ended in 1996, barely 20 months after the couple had wed. Jackson and Presley's marriage was in the tabloids incessantly. There was even rampant speculation among the masses that the relationship may have been a publicity stunt designed to save the damaged image of Jackson, who at the time was facing allegations of child abuse. "I am totally innocent of any wrongdoing, and I know these terrible allegations will all be proven false." It didn't help that the pair reportedly lived apart in their respective mansions either. Out of all the gossip, however, what may be the most haunting piece of information was the Beat It singer eerily foreshadowing his own death by relating it to his former father-in-law, as least having met in 1959 when the crooner was 24 and Priscilla was a mere 14 years old. The king enjoyed his innocent romance, one that wasn't consummated until their marriage in 1967. As Priscilla told Barbara Walters in 1985, it was her inexperience that attracted the superstar. "Did he spoil you? Lots of presents, lots of goodies." "Yeah, but he spoiled everyone. He was just very generous." Sure enough, as Priscilla wrote in a piece penned for People, she was molded into being his perfect woman. Priscilla explained in the piece, "I wore the clothes, hairstyle, and makeup of his careful choosing." However, although she was suddenly surrounded by glitz and glam, Elvis and Priscilla grew apart due to his touring, growing pill addiction, and casual encounters with other women while on the road. As Priscilla told People in 1978, "He had to be happy. My problems were secondary. I wanted to grow." She asked for a divorce in 1972 and finalized it a year later at the age of 28. The pair remained friends up until Elvis's untimely passing. In a 1977 interview with Closer Weekly, Priscilla had this to say about the death of her former husband. "It's like the world stood still. I just couldn't believe my ears. Not him. It's still hard." Vale. عرض کنم که این زندگی الویس خیلی زندگی به اصطلاح بالا و پایین داری بوده و اشخاصی که اینقدر مشهور میشن همین اشکالات پیدا میکنه. من آهنگ های الویس هر وقت گوش میدم خیلی خوشحال میشم، ولی یه آهنگش هستش که هر وقت گوش میدم بدنم میلرزه، این آهنگ Only You هست. دلیلش هم این هستش که موقعی که در ابوظبی بودم یه دفعه مجبور شدیم که به طور امرجنسی بیام به شهر، برای اینکه خانمم میومد اونجا، باید میرفتم فرودگاه میآوردمش. بعد با عجله یک هلیکوپتر صدا کردن که بیاد منو ببره. بعد که وقتی آمد من سوار هلیکوپتر شدم، اونجا یه بلندگو میدن شما با
به اصطلاح پایلوت صحبت کنید. باهاش که صحبت کردم یه آمریکایی بود، بعد دیدم که این هلیکوپتر به طور خیلی عجیبی بالا پایین میره، برای اینکه من هلیکوپتر خیلی سوار شده بودم. بعد بهش گفتم که اونجا بهش گفتم Are you all right؟ گفتش که Yes, I am fine. I had my dinner and I also had my wine. فهمیدم که این خیلی ناجوره. بعد مثل این که آدم امرجنسی ها رو چک نمی کنن که مثلا الکل و این حرفا رو. و بعد من ترسیدم، بعد برای اینکه یه خود ترسم کم بشه بهش گفتم که شما توی یکی از این پلتفرما حتما میشینی یه چند تا مسافر دیگر هم سوار میکنی. گفتش که نه اولیو. بعد من این اولیو رو هر وقت که ایشون میگه، وقتی اومدم رسیدم به استان هلیپورت در ابوظبی و بعد رفتم لباسم عوض کردم و رفتم به فرودگاه، زن من که منو دید گفتش که تمام کسانی که از خونه میان بیرون و جای دیگه زندگی کنن چاق میشن. تو چی شد؟ تو لاغر شدی. نه من برش نگفتم. حالا این آهنگ Only You رو من میذارم که با هم دیگه اینو نگاه کنید. این مثل این که یه خود اومد جلوی رو گرفته. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only بعد عرض کنم که الویس رو دیدیم، حالا میریم به دنبال یک خواننده دیگه. این یک خواننده انگلیسی هست به نام پچولا کلارک. این خانم خیلی صدای خوبی داشت و یک آهنگ بسیار، الان صحبت داونتاون بود، ایشون هر جا که داونتاون میشه من یاد ایشون میفتم و خیلی از دوستان دیگه. اجازه بدید که اول ببینیم که این آهنگ داونتاون ایشون که با این خوبی میخون در سال 1964 این چجوری هست. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No final place for sure, downtown. Everything's waiting for you. Downtown.
Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Downtown, forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you. بله، حالا که یه مقداری از به اصطلاح سمپلی از صدای ایشون شدید، یه مقداری درباره زندگی ایشون یه مقداری ببینیم که ایشون چطوری زندگی کرده و قصه زندگیش چی بوده. The Royal Albert Hall, one of the most prestigious venues in the world, became a part of Petula's story when she performed there at the astonishingly young age of 11. This early exposure to grand stages was an indication of her future stardom. Her career only continued to soar, with her music making a significant impact. She is known for her chart-topping hits, including Downtown, I Couldn't Live Without Your Love, and Don't Sleep in the Subway, all of which contributed to her impressive record sales totaling 70 million records. In addition to her musical accomplishments, Petula Clark achieved another significant milestone as the first UK female artist to win a Grammy Award, cementing her place in music history. Her collaborations with iconic artists such as Frank Sinatra and Barbara Streisand further highlighted her immense talent and versatility. Notably, in one of her 30 film appearances, Finian's Rainbow, she shared the screen with legendary dancer Fred Astaire, showcasing her diverse abilities. What makes Petula Clark's story even more impressive is her ageless presence. Even at the age of 80, she continues to be active in her career, proving that her appeal spans generations. Her enduring worldwide popularity is a testament to her unique talent and the timeless quality of her music. However, amid all her achievements and success, there's a poignant aspect of Petula's life that she grapples with. Feelings of guilt and anguish. She is haunted by the fear that her stardom may have adversely affected the upbringing of her three children, Barbara, Kate, and Patrick. This inner conflict adds depth to her story, showcasing the sacrifices and challenges that can come with a life in the spotlight. Petula Clark has a profound sense of self-criticism and regrets that she couldn't be the mother or wife she aspired to be. Her ex-husband, Claude Wolfe, a dashing Frenchman, separated from her more than two decades ago, but they've never officially divorced and maintain a friendly relationship. Her self-critique centers on her belief that she fell short in her roles as a mother and wife, and she reflects on the challenges of balancing these responsibilities with her career as a performer. She admits to pushing herself hard to be the perfect mother, the ideal wife, and a successful artist simultaneously.
In her own words, she thought she could do it all. But she's now come to the realization that it's an unattainable goal. She expresses regret and apologizes, acknowledging that being a parent and a spouse are full-time commitments that cannot be perfectly juggled. The difficulty she faced arose when her three children were young and her career was soaring, not just in Europe, but also in the United States. Her popularity in France extended to other French-speaking countries, such as those in the Caribbean, Morocco, Algeria, and Belgium, which resulted in a packed schedule of performances and commitments. Her professional demands meant extensive travel, which made it challenging to balance her family life. Her career took off even further when she gained recognition in the United States with her hit song, Down. Bye. میخواستم گید داونتانش میخواست بگید خانم پچولا کلارک که خیلی به اصطلاح پاپیولار بود در سالهای 1960 به اون طرف در 1967 چارلی چاپلین یه فیلمی درست کرد به نام کنتسی از هنگ کنگ که مارلون براندو بازی میکرد و یه آهنگ اونجا خود چارلی چاپلین درست کرد. ایشون یه جینیوس بود. این آهنگ بسیار قشنگ بود. این آهنگ رو داد خانم پچولا کلارک خوند. یه قسمتی از این آهنگ رو با هم دیگه میشنوید. بعد از این دوتا قول هنرمند پاپیولار میوزیک بعد میگردیم به ایران ببینیم که این آهنگ های پاپیولار میوزیک اروپا در ایران چطوری برداشت شد. من در یک برنامه قبلی گفته بودم که یک دنسینگ هال خیلی خوبی در تهران بود در اول خیابان کاخ در بولوار الیزابت به نام کوچینی و یک خواننده بسیار خوبی داشت به نام فرهاد مهراد که این آهنگای ری چارلز رو خیلی قشنگ میخونه. حتی بعضیا میگفته از خود ری چارلز هم بهتر میخونه. یه آهنگ ری چارلز خونده بود به نام شکایت میکرد به گرفندش که به اصطلاح تو منو اذیت میکنه این حرفا و بعد فرهاد این آهنگ رو بسیار خوند. این تکست این آهنگ طرف دست راست نوشته شده، طرف چپ من خود فرهاد رو میذارم که
ببینی که چطوری میخونه این آهنگ رو. نمیدونم چرا این If you go away. این این یک مقداری به اصطلاح بسیار خوب حاضر شد الان. این به اصطلاح یک مدتی طول میکشه. And you say that it doesn't hurt. You say I look so funny every time you put me down. You say I ever look funny when I try. But baby, you're the perfect surprise. Whoa, baby, you're just about to lose your crown. What you gonna do? What you gonna say? What you gonna say? Hey, baby, without your funny man. You pick on the night of day. So will you treat me, treat me true? And you make me a proper fool. At first you broke me up, and then you tried to tumble me down. See, I even look funny when I'm home. Everybody knows me. But let me tell you, baby, you're just about to lose your crown. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna see? What you gonna say? Oh, we got another day. Hey, yeah. So will you cheat me, treat me cruel? I'm happy. Fool. Well, first you broke me up, and then you tried to tumble me down. You see, I even look funny when I'm here. I bet the bride knows for you. But let me tell you, baby, you're just about to lose a crown. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna say? What you gonna say? Oh, baby, without your funny man, you pick on the another day. See, I even look funny when I try. I bet you're in for a big surprise. Let me tell you, baby, you're just about to lose your crown. Gonna lose your crown. What you gonna do? You're gonna look me now. What you gonna say? What you gonna do? What you gonna do? Gonna lose your funny, my baby. What you gonna say? دیدی که اون فرم گورخر به اصطلاح کوچینی اینجا باز هم بود. فرهاد آهنگ خواننده های دیگر هم به انگلیسی میخوند. یک آهنگ بسیار مشهوری بود که این حقیقتا یه آهنگ فرانسوی بود، یه آقای بلژیکی به نام ژاک برل خونده بود به نام نوموکیت پا، یعنی منو به اصطلاح از من منو ول نکن، من از پیش من نرو. و این آهنگ ترجمه شد به انگلیسی به نام If You Go Away به انگلیسی شد. و ببینید که فرهاد این آهنگ را هم چقدر قشنگ میخوند. If you go away on the summer day, then you might as well take the sun away. Or the bird that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high.
and the days were young, and the nights were long, and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold my hand. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning till you return again, if you ever do. For what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly till our next hello. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a night like no night has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. But if you go, go, I won't cry. Though the good is gone from the world, goodbye. If you go away, if you go away, if you go away, please don't go away. بله، فرهاد از جمله خواننده‌های ایرانی بود که واقعا تکست رو قشنگ یاد می‌گرفت و به اصطلاح لهجه‌ام به اون فرم نداشت. بسیار جالب بود، برخلاف دیگرانی که اینطور نبودن. حالا دوباره برمیگردیم به مینستریم دنیا و یک گروه، دو تا یک خواهر و برادر، کارپنترز. اینها رو بررسی میکنیم. کارپنترز داستان خیلی جالبی داره که این دو تا به اصطلاح خواهر و برادر رو بررسی میکنیم، ولی اول اجازه بدید که با یکی از آهنگاشون شروع بکنیم و بعد ادامه بدیم. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me.
of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. And the only explanation I can find is a love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. But in our زندگی ماجرایی رو داشت. آنه بذار که مدن یک نفر هست بلندگوش خواهش کنی. من همه رو آف کردم، نمیدونم. بله بله، عرض کنم که بعد میگردیم به کارپنترز. از به یک داکیومنتری درباره زندگی کارپنترز نگاه بکنیم، برای که زندگی بسیار عجیب و در انتها خیلی تراجیکی داشتن. حالا از به یه خورده یک کتابی هم درباره زندگی اینها در اومده، این رو با هم دیگه میبینیم. Finally admitted that she was having trouble with an eating disorder. Her untold tragic life story. Karen Carpenter had 16 consecutive top 20 hits, but was she ever really happy? And the brother and sister duo, the Carpenters, made a string of huge hits until Karen Carpenter died tragically at just 32 years old. The official cause was complications from anorexia. Now, a new book examines the life of the legendary singer and claims she was starving for affection. Rainy days and Mondays always get me down. When Karen Carpenter sang, she put her heart into it. A heart that stopped beating after the troubled singer literally starved herself to death. Your love's put me at the top of the world. That was 27 years ago, but the mellow music of the Carpenters lives on. Now, a new biography called Little Girl Blue is shedding light on the short, tragic life of Karen Carpenter. Karen Carpenter had 16 consecutive top 20 hits, but was she ever really happy? You know, I think that Karen had moments of happiness, and I think that she did the best with some of the things that she was dealt. According to author Randy Schmidt, one of those things was a domineering mother who always made Karen feel second best to her brother Richard. She was considered by her mother to be Richard's backup, and that was something that she really never escaped. No. And the book claims that when Karen wanted to break off her engagement to real estate developer Tom Burris, the mother wouldn't let her because the invitations had already gone out. Don't you remember you told me you
The marriage lasted barely a year. Karen continued to keep up a brave front as the Carpenters went on to sell a staggering 100 million records worldwide. But as time passed, it became clear Karen was suffering from a then little-known eating disorder called anorexia nervosa. Around the end of 1981, Karen finally admitted that she, you know, was having trouble with an eating disorder. So by the time Karen committed to seeking therapy, it was really too late. Karen Carpenter died. He's been doing research on Karen Carpenter's life for many, many years. Welcome to Good Morning Memphis. Hey, good morning. Thank you for having me. He was just filling me in on what's in this book. And first of all, you know, we probably have a lot of folks watching who don't even know who she is. Will you fill them in briefly? Of course. The Carpenters were the top-selling American act of the 1970s and had 16 consecutive top 20 hits from wow. Close to You, We've Only Just Begun, Rainy Days and Mondays, Top oh, of the World. Yeah, yeah, yeah. Lots and lots of hits of the 70s belong to them. And unfortunately, most people know Karen as the first celebrity to succumb to the eating disorder anorexia. And she died from complications of that. I mean, she was more than thin. She was emaciated. She was down to 77 pounds at one period and in therapy in New York, and really thought she was making the strides to turn her life around, and it was just too late. She had damaged her body too much. This is billed as an uncensored account of her quest for perfection. She and her brother were the team. But did it start at home, her problems, her issues? Because obviously she had some. Yeah, within the family there were some interesting dynamics. From the time her brother Richard was a young child, he was figured to be the musical superstar of the family, and everybody else was there to support him. They even moved, including her. They moved cross country from Connecticut to California to further his music career, and Karen began playing the drums to accentuate her brother's musical career. She just happened to have one of the loveliest voices in all of pop music history, but they didn't know at the time. And as her star began to eclipse his, it caused some interesting family dynamics, especially with Mom, who had always really, really supported brother's piano career. Do you think that's what led to her never feeling like she was good enough and the anorexia and all that? There were a lot of her friends that said she felt second best within the home, that she always felt she couldn't live up to what Richard was doing. Okay, so what made you decide to delve into the life of Karen Carpenter, of all the people in the world? I have never been touched by a voice in the way that I was hers. From the first time I heard it, it was something like I'd never heard before. Yeah. And I wanted to learn everything I could. There was a tinge of sadness. There was that melancholia in her voice, and it intrigued me, and I wanted to learn all I could. Yeah, I'm hearing now that you said the titles, Top of the World and Rainy Days and Mondays. Always, I can hear. She was incredible. It was a golden voice, wasn't it? Yeah, velvety. So she was married, but you never heard much about the husband. What happened there? You've got some inside details, right? Well, it's interesting because she had just finished a solo album project, and it was shelved by the record label. The record label and her brother, the family, everyone encouraged her to shelve this. It wasn't worthy of release. I see why her brother did. Was it really bad? Or have you heard? It was partly disco, and that was his request to her when she left to do this album, first album without him. He said, just please don't do disco. Well, she gets to New York and she's on her own, and she says, I want to do disco. Yeah. I want to do something on my own, something different. Well, they ended up talking her out of releasing it. She comes out of this devastating rejection of the album, and she meets this guy. And so I kind of see it as a rebound romance. Right. I mean, she poured heart and soul into this project. She comes out of it. It's rejected, and she falls head over heels in love with a guy that was bad news from the beginning. Really? Yeah, he lied to her quite a bit throughout their marriage, and it was short-lived. Within a year, she was, you know, from a beautiful 110 pounds down to about 80-something pounds. Oh, good heavens. It's very obvious. I want to read the book. Well, I hope that you do. Okay. بله این آنورکسیا باعث میشون در دنیا جا افتاد و 80 پوند برای دختر 27-8 ساله بسیار کمه و واقعا تراجیک هست. من خودم در سال 1970 که وارد انگلیس شدم دیدم که تمام به اصطلاح میوزیک هال ها و تمام خواب ها این آهنگی که خانم کارپنترز خانم کارن کارپنترز خونده بود اینو پخش میکردن. من
قشنگ یادم است. اجازه بدید اینو با هم دیگه گوش بدیم. Yesterday once more. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe-woe still shines. Every shin yesterday once more. Yesterday once more. بعد از کارپنتر اجازه بدین که از دنیای آهنگ های انگلیسی زبان رد بشیم، بریم به دنیای آهنگ های فرانسه زبان. در فرانسه همطور که همه امیدیم یک خواننده بسیار مشهوری بود به نام ادیت پیاف، که ایشون گفتم دفعه قبل اول از یکی از اول کسانی بود که فرانسوی گفتش که وقتی که از جنگ بیرون دعواتون رو با هم دیگه کنار بذارین مملکت رو بسازین. خانم ادیت پیاف در سالهای مثلا 50 این حرفا که داشت عاشق یک پسر یونانی شد به نام جورج موستاکی، و این جورج موستاکی که با ایشون دوست شد
در فرانسه لغت ژیگولو در اومد توی تکست. ژیگولو یعنی یه جوان به اصطلاح پسر جوانی که مورد توجه یک زن خیلی مسنتر هست. و این آقای موژوژ موستاکی اول موزیک میزد، کم کم به تدریج خواننده هم شد و بسیار حالت فیلسوفیکواری داشت که ایشون از اون سالهای اواخر 1960 و اوایل 70 شروع کرد به برنامه این که انوایرمنت رو باید مواظب باش و این حرفا. و ایشون یه مقداری هم به اصطلاح عقاید سوسیالیستی داشت و یک آهنگ خیلی مشهوری داره به نام Permanent Revolution و این آهنگ رو از بیدید با هم دیگه گوش بدیم. معنیش اینجا نوشته شده: Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée d'une infidèle une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui vous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. که ایشون از اولین کسایی بود که درباره این انوایرمنت اینا صحبت کرد. این شعری که الان براتون پخش میکنم اسمش هست یک باقی بود که اسمشو گذاشته بودن زمین و ایشون میگه که این باغ رو ما چه باهاش کردیم و چه باقی رو تحویل بچه‌هامون میدیم. و این به اصطلاح آهنگ انوایرمنتالیست رو با هم دیگه گوش بدیم. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer.
ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la. Un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague. Venez le rafraîchir et poursuivez son cours. La la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Nous aurions pu vivre insouciants et nus. Où est cette maison, toutes portes ouvertes, que je cherche encore et que je ne trouve plus. La la la, la la la. بله، حالا میریم به یک مبحث تازه. یک ضرب المثلی در زبان عامیانه ایرانی ها وجود داره، میگن همیشه شعبان یه دفعه رمضان. این علتش این هستش که ما همیشه عادت کردیم که آهنگ خارجی رو خواننده های ایرانی بخونن، مثل فرهاد، مثل جمشید علی مراد، مثل بقیه گوگوش و دیگران. ولی یک آهنگ ایرانی به نام امید زندگانی که آقای به اصطلاح انوشیروان راهانی درست کرده بود و خانم الهه خونده بود، در سالهای 45 قبل، یعنی 1958 میشه اون موقع، از رادیو ایران پخش شد. این آهنگ وقتی که اومد بیرون، دو سه سال قبل یک خواننده بسیار مشهور آمریکایی به نام دایانا شور که برای NBC برنامه تهیه میکرد، این آهنگ رو خوند و بسیار مورد توجه قرار گرفت. بعد از اونم 50 سال بعد یه گروهی که رقیب بوستون پاپس هست به نام پینک مارتینی، اون آهنگ رو دوباره خونده. حالا اجازه بدید اول خود اصل آهنگ رو گوش بدیم، بعد ببینیم خانم دایانا شور این آهنگ فارسی رو چطوری میخونه، بعد خانم استورنارچ که خواننده پینک مارتینیه چطوری این آهنگ رو میخونه. اجازه بدید اول با صدای خانم الهه، الهه خیلی جوان، گوش بدیم. رفتی از کنارم، از شهر و دیارم، ای امید زندگانی. رفت از
دوری تو آرام و قرارم همچو ایام جوانی آفز احوال من در شور مستی رفتی دلم از غم شکسته بالو پر مرغ امیدم را بستی تا رشته الفت و تسی بله، همه ما این هنگ رو شنیده بودیم. به رادیو در سال 2011 آقای انوشیروان روحانی این آهنگ رو گفتن که کی خونده بوده ما نمیدونستیم و بعد حالا ایزی بی خود ایشون توضیح بدن. اولین آهنگی که در دنیا از من اجرا شد در 50 سال پیش به وسیله یک خواننده به نام دینا شور در همین امریکا. میدونی دینا شور شروع خانمیکشون با فرانک سینترا شروع کردن، بعد با آفوب ادامه دادن. خودشون مجری یک برنامه تلویزیونی بودن و این آهنگ رو که به نام امید زندگی است که شعرش رو نازنین فرج نگهبان گفته بودن و داشت گرامی باشه. و حالا Imagine that. Anyway, I just want him to know that he's not the only one in the family who's hit to uranium. His aunt has just learned an uranium love song. And this is what they told me it was when I started learning it. Oh,
دو سال بعد از این صحبت آقای علیشان روحانی، یک گروهی که در اورگان تشکیل شده که میگن این به اصطلاح اون بوستون پاپس در شرق آمریکاست، این پینک مارتینی تقریبا همون مدل در غرب آمریکا در اورگان روش شد و اینا اومده در سال 2013 که میخواستن بیان در لس آنجلس برنامه بذارن، گویا که این آهنگ امید زندگانی رو شنیده بودند و خواننده این گروه یه دختر خانم جوانی به نام استورم لارج. ببینید چقدر قشنگ این آهنگ رو میخونه، با هم دیگه گوش میدیم. فکر کنم که این گروه پینک مارتینی خیلی قشنگتر از یه دفعه من کار روزها رو نشون دادم و با اینکه اونا خواننده ایرانی برده بودن ولی تون آهنگی که میزدن به این خوبی نبود و من بسیار ایمپرس شدم. حالا اجازه بدید که این گروه رو بذاریم بریم اونجایی که به اصطلاح تک آهنگ بوده. در سال 1975 فرانک سیناترا اومد در ایران و
دو تا کنسرت گذاشت. یک کنسرت گذاشت در سالن 12,000 نفری استادیوم آریا مهر و یک کنسرت هم گذاشت در تالار رودکی که ملکه فرح هم اونجا آمده بود. بذارید اول با پرفارمانسی که ایشون شروع کرده در سالن 12,000 نفری آریا مهر به اصطلاح پرفورمانس داشته، اینو با هم دیگه اول ببینیم. من خودم در 1975 ایران نبودم، ولی یه دوستی دارم که در ایران بوده، بهش گفتم که به اصطلاح اینو برای من پرست. در تنها اینو فرستید، خیلی انسان نازنین بود. بلیتی هم که خریده بود برای اون موقع اینجا اسکن کرده و برابر گذاشت و من خیلی ایمپرس شدم که هنوز کسانی هستن که همه چیزهای گذشتهشون نگه میدارن و من باید از ایشون یاد بگیرم. واقعا خیلی من ایمپرس شدم. ایزوید اول این پرفورمانس آقای فرانک سیناترا رو ببینیم در سالن 12,000 نفری آریا مهر که به اصطلاح آهنگ خونده. این یه چیز متینه بوده، یعنی بعد از ظهر نوامبر 1975 پنبه ای. فرانک سیناترا خواننده بزرگ آمریکایی و ارکستر 35 نفریش به دعوت وزارت رفاه و امور اجتماعی به نفع نابینایان برنامه‌های جالبی در تالار رودکی و استادیوم آریامه اجرا می‌کند. بعد این پرفورمانسی بود که در استادیوم آریا مهر که انجام داده بودن. بعد عرض کنم که بعد در تالار رودکی یه مقداری فرمالتر بوده، مثل اپرا هاوس ها یه دونم پروگرام چاپ کرده بودند که اینجا خواهید دید این پروگرام رو.
این پروگرام اینجا بوده. چیزی که من خیلی ایمپرس کرد این که فرانک سیناترا خیلی مؤدب درباره تهران صحبت میکنه، میگه تهران my kind of town هست، و این حرف بسیار خوبی بود که خیلی به مذاق اونایی که رفته بودند خوش اومد. از بیدی که ببینیم که ایشون در تالار رودکی چیکار کرده، و بعد بین اینا آهنگ هفتمش رو کاملا نگاه خواهیم کرد. And only happen in a town like this. And so I say to each of you most gratefully, as I throw each one of you a kiss, this is my kind of town. Hello. آهنگ هفتمی رو که ایشون اجرا کرد اینو با هم دیگه نگاه خواهیم کرد به طور کامل. با تکستش هم این دست چپ نوشته شده، آهنگ هست به نام My Way. بعد این آهنگ بسیار مشهوریه و من تمام تکست رو گذاشتم، با هم دیگه نگاه میکنیم. Après vous, monsieur. That means go, baby. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, to mention, I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more. I did it my way. Yes, there were times, I guess you knew, when I bit off more than I could chew. And through it all, when there was doubt, I ate it up, then spit it out. I've had my fill, my share of losing, but now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, no, no, not me.
did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blow and did it my way. واقعا ایشون پرفورمانس بسیار جالبی در تهران کرد. یک آهنگی که در سالهای 60 خیلی در دنیا به اصطلاح مشهور شد، یه آهنگی بود به نام دیلایلا که آقای تام جونز خونده بود. بعد این آهنگ رو سالهای بعد در 2001 لوچیانو پاواروتی یک گروهی درست کرده بود به نام پاواروتی و دوستان، دعوت میکرد از خواننده های دیگه که بیان در ونیز آهنگ خودشون رو با ایشون اجرا کنن. ایشون آقای تام جونز رو صدا کرد که این آهنگ دیلایلا رو با هم بخونن. و جالبی اینه که اینجا من مارک کردم تکست رو، اون جایی که قرمز هست تام جونز میخونه، اون جایی که سبز هست پاواروتی میخونه. پاواروتی به ایتالیایی میخونه ولی معنیش همین نیست که اینجا نوشته شده. و قبل از اینکه آهنگ پخش کنم بگم که در ایتالیایی به دیلایلا که همون دیلایت هست بهش میگن دیلایزو. دیلایزو یعنی موقعی که پاواروتی میخونه به جای دیلایلا میگه دیلایزو. و بعد اینو با همدیگه دنبال میکنیم با یک ارکستر در ونیز. ببینید چقدر آمدن که اینو ببینم.
she laughed no more. از ونیز میریم به کانادا، یک خواننده بسیار مشهور به نام پولانکا. من یادم هستش که پولانکا در سالهای 60 در ایران خیلی مشهور بود، یه صفحه فروشی هم بود نزدیک 24 اسفند به نام صفحه فروشی پولانکا که خود من از اونجا صفحه خریده بودم. بعد این پرفورمانسی که اینجا میبینیم یه آهنگی رو ایشون داشت به نام You Are My Destiny که واقعا این آهنگ بسیار بسیار پاپولار بود. بعد از پولانکا دوباره برمیگردیم به فرانسه. یک به اصطلاح هنرپیشه بسیار مشهوری در فرانسه بود، ایو مونتان، که ایشون از ریشه های ایتالیایی بود ولی ایشون بسیار پاپولار بود. از سالهای 60 ایشون شروع کرد به عنوان خواننده و به اصطلاح بازیگر و در سال 61 با خانم مرلین مونرو یک فیلمی بازی کردن، Dead Speak Love، و بسیار ایشون پاپولار بود. آهنگی رو که اینجا انتخاب کردیم ایشون سالهای خیلی بعد، سالهای 1990 خونده به نام دخترانی که دیگه با ما نیستند. این تکستش هم زیرش هست، دنبال بکنه با هم دیگه. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur sur le sable.
à des amants قدیما اینطوری بود که خواننده‌ای که کارش تموم میشد میرفت انقدر مردم دست میزدن که بر میگشت دوباره و تا سه دفعه نمیرفت و نمیومد ول نمیکردن. الان دیگه من نمیدونم چطوری هست، ولی این آقای ریو مونتان ایشون در فیلم هایی که به اصطلاح خیلی سیاسی بود شرکت میکرد. یه فیلمی که ایشون بازی کرد فیلمی بود که در اون موقعی که یونان رو با یه کودتای یک جونتای سرهنگ های داره می کردن، این فیلم در رابطه با اون ساخته شد و فیلم بسیار قوی بود و بعضیا میگن که در تغییرات دموکراسی دموکراتیزی کردن یونان اون آهنگ نقش داشت. این تم این فیلم رو به نام زد یعنی او زنده است در یونانی، این تمش رو یک آهنگ بسیار آهنگساز بسیار مشهور یونانی درست کرده، میکیس تئودور آکیس، و از اونجا آهنگ های یونانی خیلی پاپیلار شد. بذارید دیگه خود از اون تم این آهنگ رو هم دیگه گوش بدیم. از اونجا بود که آهنگ‌های یونانی خیلی پاپولار شد و ما با خواننده‌های بسیار یونانی آشنا شدیم. یک خواننده بسیار خوبی بود که هم خواننده بود هم ساز می‌زد، لوئیز آرمسترانگ. ایشون یک آهنگی خونده که خیلی جاودانه است به نام What a Wonderful World. بله دوستان، ما اومدیم میرسیم به آخرین سلایدی که من جا خدمتون دارم. آخرین سلاید، خانم گوگوش در تمام رشته هایشون کار کردن، هم به زبان فرانسه خوندن هم به زبان انگلیسی خوندن،
و ولی این تیکه که من اینجا دارم به زبون ایتالیایی خوندن. یک خانم خواننده بسیار مشهوری بود در ایتالیا که در رادیوی ایتالیا آهنگایشون پخش میشد، گیلدا گیلانی. ایشون یک آهنگی خونده بود در رابطه با دوستش که مدت زیادی باهاش زندگی میکرده، مثل اینکه دوستش اکترس بوده، یه تست برای یه فیلم بزرگ میده و یه مرتبه قبول میشه و پیش ایشون میره و ایشون در رابطه با اون یه آهنگی میخونه. بله دوستان، این قسمتی بود که من براتون خواستم پخش کنم. خانم دکتر مدنی، من اینجا استاپ شیر میکنم، اگر سوالی باشه در خدمتتون حاضرم. حتماً سوال هستش. خیلی ممنون آقای دکتر سرمست، مثل همیشه فانتاستیک. و اینی که چه از زحمت کشته بودین لیریکس ها رو به دو تا زبون بعضی جاها نوشته بودین و اون خیلی کمک میکرد که آدم بفهمه که دارن چی میخونن چی میگن. و این کامبینیشنی که کیا تو ایران برنامه اجرا کردن، کیا تو اروپا، ایرانی ها اونجا، خیلی قشنگ بود. از یوزوال خیلی خیلی ممنون.